هرچند اولین خبر جهانی یعنی حمله نظامی روسیه به اوکراین در مواضع کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی همچنان بازتاب بسیار گسترده‌ای داره، اما این باعث نشده کاربران از پیگیری مسائل داخل ایران خصوصا مسائل مرتبط با حقوق بشر منصرف بشن. از همین زاویه بسیار از کاربران به شرایط سپیده قلیان و سعید رونقی می‌پردازن این روزها، حتی بارها و بارها سعی کردن که صدای اونها رو برسونن. نوشین توضیحات بیشتر به شما. تو به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. توی چند روز گذشته که اخبار حمله نظامی روسیه به اوکراین خیلی داغ بود در بین کاربرا و دربارش می‌نوشتن، اما از روزی که حسین رونقی بازداشت شد کاربرها خواستار آزادی او شدند، کارزار توییتری به راه انداختند. از طرفی از دیشب کاربرها دارن درباره وضعیت سپید قلیان هم ابراز نگرانی می‌کنن. جزئیات بیشتر و واکنش‌ها رو من اینجا مرور می‌کنم. این روزها کاربران در شبکه‌های اجتماعی از وضعیت بازداشت شدگان از جمله حسین رونقی و سپید قلیان، کنشگران سیاسی و مدنی می‌نویسند. در پی بازداشت حسین رونقی که فقط چند روز از اون می‌گذره، کاربران خواستار آزادی این فعال سیاسی شدند. وضعیت جسمی سپید قلیان هم رو به وخامت و با وجود خونریزی معده و مثبت شدن تست کرونا به قرنطینه منتقل شده. شماری از کاربران هم درباره وضعیت این فعال مدنی ابراز نگرانی می کنند. کاربری نوشته جان سپید قلیان و حسین رونقی در خطر جدیه. این کاربر میگه مسئولیت جان اونها بر عهده جمهوری اسلامیه، اما مسئولیت شهروندی ما هم اعتراض به این شر و پلیدی است. یک کاربر دیگه هم میگه نمیدونیم از حسین رونقی و سپید قلیان بگیم که جونشون در خطره یا از جون عزیزانشون این بیرون که نفسشون به نفسهای این دو نفر بنده. این کاربر خطاب به حکومت ایران میگه شرم بر تو جمهوری اسلامی. گروهی از کاربرها به تلاش‌های حسین رونقی درباره آزادی اینترنت و همینطور آزادی بیان در ایران اشاره می‌کنند. محمد رسولوف، کارگردان سینما، نوشته لازم نیست رویا کنم یا منتظر بمونم تا روزی برسه که حسین رونقی وزیر آموزش و پرورش باشه. او تا همکنون سهم چشمگیری در آموزش و آگاه سازی عمومی داره، اونقدر که گردانندگان تاریک خانه حکومت رو به وحشت میندازه. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، هم میگه دفاع از حسین رونقی، دفاع از آزادی بیان، دفاع از حقیقت طلبی و ایستادگی در مقابل سانسور و خفقانه. یکی از کاربرها نوشته که حسین رونقی رو از سال 88 میشناسه. این کاربر میگه حسین رونقی مدام دلنگران همه بود و جویای حالشون. هر کمکی از دستش برمیامد برای دسترسی آزاد به اینترنت انجام میداد. برای اینکه وبلاگ هامون رو به روز کنیم، برای اینکه راه‌های ارتباطی بسته نشه، تا اینکه 6 سال افتاد زندان. خیلی از کاربرها هم درباره شرایط جسمی این دو فعال ابراز نگرانی می‌کنند و به این وضعیت اعتراض دارند. حسین رونقی در جریان بازداشت و زندان در سال‌های قبل کلیه‌اش را از دست داده و بیماره. او در حال حاضر در اعتصاب غذای خشک به سر می‌بره. از طرفی با مرخصی سپید قلیان برای درمان هم مخالفت شده. هنگامه شهیدی نوشته در این هیاهوی جنگ و پوشش خبری روسیه و اوکراین، زندانیان سیاسی که طبق اخبار رسیده از زندان‌ها دچار وخامت وضع جسمانی شدن رو از یاد نبریم. بردیا میگه وقتی بحث میکنیم و استدلال میکنیم که سازمان‌های حقوق بشری ما ناکافی و فلج هستند، اشاره مستقیم در بیان ماهیت دستگاه سرکوب و ترجمهش به سازمان‌های مؤثر جهانیه. چندین زندانی در آستانه مرگ هستند و واکنش چندانی وجود نداره. و در نهایت هم کاربری نقل قولی از حسین رونقی کرده و نوشته مردم ایران خونه‌هاشون ویرانه و دل‌هاشون خون، و هر روز که میگذره این ویرانی، رنج و درد در سایه بیلیاقتی، چپاول و بیرحمی حاکمان گسترده تر و عمومی تر میشه. نباید عادت کنیم، نباید چشم ببندیم و سکوت کنیم. در ادامه برمیگردم به ریحان.